صنعت قالین در افغانستان صنعت بی‌پیشینه‌ای طولانی که بسیاری از خانواده‌ها از این راهگذر لقمه‌نان برای خود پیدا می‌کنند، اما گسترش این صنعت نیاز به برنامه‌های بزرگتر دارد. چنانچه مسئولان در اتحادیه تولید کنندگان قالین از وزارت صنعت تجارت می‌خواهند که برای رشد صنعت قالین و سرمایه‌گذاری بیشتر، بخشی از پارک‌های صنعتی را به این صنعت اختصاص بدهند تا بتوانند در بازارهای داخلی با قالین‌های خارجی رقابت کنند. با گفته آنان در حال حاضر 95% بازار در اختیار قالین‌های خارجی است. از همین رو از امارات اسلامی می‌خواهند که تعرفه‌های گمرکی را بر قالین خارجی افزایش دهد. ما برشان پیشنهاد می‌کنیم که از طریق رسانه‌های شما که ما می‌تونیم به من قیمتی که قالین‌های وارداتی هست، به من قیمت ما قالین‌های دستبافت افغانی را برای هموطنان خود عرضه بداریم و به جای فرش وارداتی گلم دستبافت افغانستان برشان با مقیمت عرضه بداریم. وزارت تجارت صنعت هم میگوید که آمادند صنعت قالین را حمایت بیشتر کنند و در نظر دارند که در ولایت های کندوز، بلخ، ننگرهار، کابل و برخی ولایت های دیگر نمایشگاه قالین وطنی را برگزار کنند. بدبختانه قالین های ماشینی رواج شده که افغان ها را میخرند و یک مشکل قالین ماشینی مشکل دارد که در پالی ازی که یک بار مصرف هم سرطان زاست که تکلیف سرطان به وجود میاره. خب از اینکه عوام ما بیچاره معلومات ندارن، ما مجبور هستن باز ارزان تمام میشه بخرن، یک مود شدن. ان شاء الله امید از خداست که ما باز قالینای را تولید فعلا هم در روی دست داریم، تولید کرده هستیم که جاگزین قالین ماشینی شوه، هم بازار قالین بازار داخلی خود هم ما به امید از خدا تا یک سال بعد را معیار میسازیم. آگاهان اقتصادی نیز میگویند که صنعت قالین نه تنها زمینه کار را برای بیشتر مردم فراهم میکند، بلکه میتواند در اقتصاد کشور تاثیرات مثبت داشته باشد.